دخترها سوالی که دارن اینه که چرا همیشه پسرها باید بیان مثلا بگن که آقا ما میخواییم دوست بشیم باهاتون فلان کنیم؟ حتما نباید. چرا اصلا دخترها بگن چیه مگه؟ من اصلا اینو کوچیک شدم و خودم هیچ گونه ایرادی نداره که فوقش اینه که خواهرم من تو تلاشتو کردی، خب اگه طرف اوکی هم نداد قبولم نکرد تو تلاشتو کردی، فردا روزی پیش خودت پشیمون نیستی که پیش خدای خودت سرت بلنده آخری میگه من میتونستم اون کار کنم ولی نکردم، چرا پشیمونی نداری؟ میگه من تلاشمو کردم، من صد خودمو گذاشتم ولی نشد. خب یعنی هیچ گونه ایرادی نداره که تو از یه طرفی خوشت بیاد بعد بری بهش بگی، ولی هیچ وقتم کامل در دسترس نباش این داستانو کنسل میکنه. ولی این برای من صد نمیکنه، برای من یک صد بار در دسترس باشی یک بار نباشی خدافظی. این چیز تجربه شخصی بوده. آره من موقع میخوام. ببین من آدمیم که میخوام. من موقع میخوام. بعد ببین این برنامه‌ای که ما میسازیم اتفاقا فرهنگ سازی ها. چند شب پیشم به مامانم میگفتم، گفتم ببین ما میایم مثلا یه برنامه میسازیم به زبون خود بچه ها صحبت میکنیم، یعنی اون تو با رفیقات فقط فوش میدین حرف میزنین، من هم همینم، نمیایم بشینیم خب همراهان گرامی اصلا اینجوری نیست، به زبون خودشون. بعد ما واقعا چیز بدی رو ترویج نمیدیم، ما داریم یه سری فکتا رو میگیم که آقا یه سری فکتایی که از لحاظ جامعه واقعا منفیه، اصلا همینه دیگه. وقتی دخترها روشون نمیشه خودشون، میدونی اعتماد به نفس دختر عجب مادر سگی هستی، حیف که تو اینجایی، وگرنه میرفتم آینه به آینه ببین، یعنی اینجوری پاما پنجره میکردم بیرون. نه دیگه چهار تا گولاخ هم بودن، خواهی نمیتونم الان برم، منم که کتک خور، میدونی که من چقدر کتک خورم، خیلی اصلا از دماغشون کستم معلومه دیگه. بچه ها بدونن ماها، من خودم نمیگم آدم موفقی هم، ولی آدمی هم که تا سن 25-26 آدمی هم که لاکار نرفتم، چرا گفتم آدمی هم که آدمی هم که آدمی هم که تو مواد غرق نشدم، یه دختر دهنم رو سرویس نکرده، البته من هم شکست عشقی خوردم ها، یعنی من تو میدونی که برای تعریف کردم که چه فاکت اپی شدم و اینا. ولی بچه ها اصلا دنبال این صحبت ها نباشین، یعنی خیلی ها رو من میشناسم که دستشون اینجاشون خط خودکشی کرد، اصلا من بده بره تو واقعا حرکت. یه اتفاقی که توی زندگی تمام آدم ها میفته تجربه به من ثابت کرده اینی که وقتی بد میره بدتر نمیاد، این حرف شعر و وریه، همیشه گزینه های بهتری برات هست. اگر شما مثلا دنسری، شما رپری، اگه میبینی تو اون کار موفق نمیشی شاخت عوض کن. دایی من همیشه آدمی بود که منو مسخره میکرد، دایی کوچیکم من میگفت تو از اون شاخ به اون شاخ میپری، ولی من الان هشت تایی داییم دارم پول در میارم الان، خب زندگیم خیلی بهتره. دایی من تو این سن عمرن این زندگی که الان من دارم و نداشت، از همه لحاظ من درسمو خوندم، سربازیمو رفتم، شرکتمو دارم، یوتیوبمو دارم، معروفیت نسبی به اندازه تلاش خودمو دارم. خب پس حرفای آدما رو بگیرین به یه ورتون، اونجوری که دوست دارین زندگی کنین، حتی حرف پدر مادرتون هم واقعا کامل گوش ندین، چون اونا مال یه نسل دیگه نمیدونه الان بازی چیه. همه فکر میکنن روابط بین دختر و پسر اینه که فقط با هم برن تو تخت، بابا یزید اصلا اینجوری نیست، من هزار تا دوست دارم دخترن اصلا خبر، یعنی من واقعا اکثر دوستام همه پسرن. بعد اصلا یه چیز جالبی که هست، من با دوستای دخترم هم راجع به مسائل جنسی کامل اینه یه دوست پسرم صحبت میکنم، ولی اصلا چون هیچ فازی هم نیست آفرد. و اینه که درصد عقده و درصد این داستانا توی دهه 70 و 80 هی داره کمتر میشه و به تکامل دارن زودتر میرسن، شخصیتش داره کاملتر. آفرین. چرا؟ چون تو نسل قبلی، من دیرو داشتم به بابام میگفتم تو مدرسه ما، من اون بچه شره بودم که الان اون بچه آرومم، ما پررو بودیم تو مدرسه، من مامانم همیشه مدرسه بود، همیشه اولیای من مدرسه بود، ولی الان برعکس شده، تمام اون بچه‌هایی که انگولک شدن الان شدن یه لاته و باشه همه رو بزنه تتو تتو فیلان، نمیگم همه دادشی. نمیگم همه تتو دارن اینجوریان، ولی همه اونایی که تو بچگی داستان شدن الان برعکسن، میخوان خالی کنن اون چیزی دقیقا. که سرشون اومده رو. حالا چرا این اینجوری شده؟ به خاطر اینکه معلم‌ها، مثلا دکتر معین، کسی که اخبار نشون داد تجاوز می‌کرد به بچه‌های راهنمایی،
ناظم رفیق من بود، ناظم مدرسه که رفیق من اونجا درس میخوند بود. اولا که اطلاع رسانی نمیشد، الان رسانه هست، اینا از ترس رسانه یه سری کارو نمیکنن. دو اینکه چرا اصلا اینجوری شدن که حالا برسیم به بحث ترسش، به خاطر اینه که این صحبت ها نبوده، به خاطر اینکه همه چیو آخه خدا آهش میگیره. نه این زشته اون زشته. من خودم هنوز که هنوز مامان بابا میگن تو چقدر بددهنی، در صورتی که آقا کی تعیین میکنه؟ راحت باشین وقتی خودتون باشین. آره خودت باشین. ولی جدی حالا جدا این که میگیم خودتون باشید، ولی خب همه اینایی هم که میگیم اوکی راحت باشید توی همه جا صدق نمیکنه. نه دیگه تو باید آره من مثلا مامان من بابای من میگن آقا تو چرا بددهنی؟ بابا من تایم زیادی رو با پدر مادرم میگذرونم، اگه پیش شماها نتونم خودم باشم باید بزنم هی برم تو خیابون. میدونی من همین الانشم کارمو بعضی وقتا برمیدارم میرم تو خیابون انجام میدم. چرا؟ چون روز راحت بیم، من برنامه رو خانواده هم میبینم. من خب سیگار بکشم خستگیم در بره. حالا من سیگاری نیستم، روزی یه پاکت، من یه پاکت میگیرم بعد دو هفته نصفش هم خوش میشه، ولی دوست دارم راحت باشم، نمیتونم پیش اونا. خودتون باشی. من اگه راحتم میگم بابا کنه رقه فلانی، اگه اینو بخوام بگم نه نشیمنگاهش متزلزل، خب من از خودم در میام و واسه همین نمیتونم نزدیک خانوادم باشم. من اگه با رفیق دخترم اونی که هستم نباشه، اصلا همه منو به خاطر همین که خودم هم میخوان، یعنی همین که خود واقعی من. این خیلی ارزشمندتره، این که آره. تو رو مطمئنی طرفی که تو رو دوست توه، دوست دختر توه، یا هر حتی فامیل توه، تو رو به خاطر خودت دوست داشته باشه. این خیلی من اصلا یه سری ها میگن، میگن کنترل کن خودتو، این شخصیت تو حفظ کن. آقا در لحظه تو یه حسی داری بروز بده، برو بگه آقا من خیلی حال میکنم با تو. من تمام پسرها و تمام پسرها و دخترها دورم میدونن من یه روز یه اوپیه میدم چه خیلی دارم براتن، خیلی دوست دارم. من خودم هم همینجوری هم لاف بده با آدم. حالا این دوست دارم این نیست که بیا بخواب، من عاشقتم، بیا با من. آقا حال میکنم بات حرفی سخنی همش من حرف زدم تو. نه آقا خیلی خوب داره میگه، یعنی کاملا چیزایی که به شدت درسته. مثلا حالا تو داری بددهنی رو مثال میزنی، تو دخترها این پوشششونه خیلی مثلا چیز شده، عرف شده. مثلا من خود من، آقا من نمیخوام چیز کنم، ولی من دختری که الکی بخوام بالا باشه از این چیزا تنگوازی در نمیارم. من آدمی که خودم هم پوششم هم اونجوری که خودم دوست دارم، مثلا همیشه هم پوشیدم، هم همه رفتارام اونجوری بوده که خودم دوست داشتم. ولی خب این رفتار و پوششی که من دارم شاید از مثلا مامان من که منو میکشه بعضی وقتا، انقدر غر میزنه سرم. چرا؟ فلان چیزو نفهمم. آخه مامان تو که خیلی من مامانم خیلی آدم پاییه. خب من خودم مامانم نظر دارم. نه من نظر ندارم. من نظر دارم. خب ولی خب مثلا متولد 58 نم، پس مامانم خیلی روشن فکرها، ولی خب مثلا یه ذره سرسنگین باش. شاید مامانا جوون شدن ماشاءالله. بعد از من مامانم یه دختر بزرگتر از منم داره و خواهرم هم سن تو. نه بابا کاش با خواهر داشتم شدم. حالا خواهرم من اون نگه اینجا بود. کجا بریم؟ بریم. نکن. عجب اسبیه ها. نکن مرسی. عجب خریه حاجی اینا رو من واقعا نکن مرسی. آزاد خانم گیر نده، آزاد جون گیر نده، این دختر گرگه، این همه رو میبره لب چشمه دشنه برمیگردونه. فقط 100 میلیون هم من کنده. اینو نگاه، در رو نگاه داداشم. شل کن لذت ببر. حالا شل نکنی جاهای دیگر هم لذت ببر. نه از زندگیت لذت ببر، یعنی استرس الکی ها نداشته باش. بوی این کارو کنم اونجوری میشه. نه شل کن رد باش. پسرم تیریب شخصیت دارید، بیایید ببینم که چیکار میکنید. خب من یوتیوبو خیلی دوست دارم. یوتیوبم بیا که از طریق شرکت ما هم به راحتی میتونی درآمدتو نقد کنی. ای یا براوکس، مرسی که دیدید برنامه تا اینجا، برنامه آقای مومد رو. آقای مومد مرسی که آقای هیدن، آقای آقای سیجل. آره بچه دمتون گرم، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. مرسی که با ما بودین، زنگولرم بزنید، برنامه جدید میذارم با خبر میشین. صف باشه برای وکس، جیبتون پره. صف باشه. آره صف باشه.
شیبتون باره کش.